That's right. That's a good point. I want to go back to what Chris said about the Iranians. These are some of the most passionate, strong people in the planet historically. You're talking about the Persian Empire. This is the kind of people that have gone through war, seven years' war, where close to one million people have died during their conflict. هفته گذشته بود که من در اینستاگرام از تیویک الگیندی داور مستر اولمپیا خواستم که نظر خودش رو در مورد هادی چوپان به من بگه تا بتونم یک ویدیوی خیلی خوب در مورد اون درست کنم حالا جالبه که اون به همراه کریس کورمیر در جایی تین اپیزود پادکست های مستر اولمپیا تیوی حاضر شدن و در مورد هادی چوپان و رقابای اون صحبت کردن که صحبت های خیلی جالبی هم انجام شده و تویک به شکل فوقالعاده ای از هادی چوپان و تمام ایرانیا تعریف و تمجید میکنه تا آخر این ویدیو با من همراه باش و حتما چنل یوتیوب و پیج اینستاگرام تیم ای فلکس فیتنس رو دنبال کن سلام دوستان من علی رضا هستم از یوتیوب فلکس فیتنس اولین سوالی که تیم ویلکینز مجری برنامه میپرسه اینه که هادی چوپان چندین سال پشت صد قهرمانی بود و هر ساله با یک کاندیشن خوب بهتر و بهتر ظاهر میشد تا بالاخره در سال 2022 تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره حالا اون میپرسه که بدنسازان جوان زیادی پشت صد هادی چوپان هستن و اونها چه کسانی هستن؟ کریس کورمیر در جواب این سال میگه که اولین نفر دی کلانسفورد هست اما اون به نسبت هادی چوپان ضعفهایی از نظر بلوغ ازولانی داره و یکی از بزرگترین ضعفهای اون هم محسوب میشه و اگر میخواد برای قهرمانی پیش بره باید این مشکلات رو برطرف کنه و نیاز داره تا ضعفهای خودش رو برطرف کنه تریک در جواب کریس کورمیر میگه که هادی چوپان هم بیکار ننشسته و اون الان داره کاری که سالهای سال انجام داده رو انجام میده و به این راحتی ها پاپس نمیکشه در ادامه تیویک میگه که یک مسئله که در مثل المپیا وجود داره و مثل یک رسم و رسوم تا اینجا مونده اینه که افراد چندین و چند بار قهرمان میشن برای مثال آرنولد و فیل هیس هفت بار قهرمان شدن و رونی کولمن لیهینی هر کدام هشت بار و در کنارش جی کاتر دورین یتس رو داریم که این افراد چندین عنوان قهرمانی مستر اولمپیا رو دارن و اگر قرار هست روی قهرمان مستر اولمپیا شرط بندی کنیم همیشه ما پول خودمون رو روی قهرمان سال گذشته میذاریم اون هم به خاطر تاریخچه‌ای که از مستر اولمپیا سراغ داریم حالا جالبه که تیم ویلکینز یک مشکیری جالب رو از تریک میکنه و میگه که ما توی چند سال گذشته به ترتیب شان رودن برندون کورید بیگرامین و هادی چوپان رو به عنوان قهرمان داشتیم و بدنسازی از اون رسم و رسومات خودش خارج شده تیوک الگیندی هم در یک جواب هوشمندانه به این موضوع میگه و میگه که بدنسازی مثل مست اولمپیا چندین فاز مختلف رو تجربه کرده و حتی بین دوران آرنولد و لیهینی ما افرادی مثل سمیر بنوت و کریس دیکرسون رو داشتیم که فقط یک بار عنوان قهرمانی مثل اولمپیا رو به دست آوردن و ممکنه که ما الان توی این دوره باشیم دقیقاً اما خب من خیلی مردد هستم که بگم هادی چوپان هم یکی از این افراد هست و هادی یک بدنساز فوق العاده با یک کاندیشن خارق العاده است که سایز خیلی خوبی گرفته و در کنارش هم یک بلوغ عضلانی کامل رو داره چیک میگه که مردم میگن که درک لانسپورت قرار هست امسال عضلات خودش رو بالغتر کنه و بهتر روی استیج بیاد ولی خب سوال اینجاست که اونها فکر میکنن هادی چوپان قرار هست کل سال رو استراحت کنه و بشینه بقیه رو نگاه کنه Soon after the competition was over. Look at those abs, guys. Is he gonna stop doing abs? No, he's have maybe even جالبه که روی مانیتور هم ویدیوی فیگور انفرادی هادی چوپان رو پلی میکنن و تیویک اولین چیزی که میگه این است که به عضلات شکم و میانتنه هادی دقت کنید به نظرتون اون میخواد تامینات شکم رو بیخیال بشه نه اصلا اینطور نیست حتی شاید سال دیگه بدن اون بالغتر و کاملتر هم بشه یک نکته جالب هم اینجاست که تیویک به این موضوع اشاره میکنه که هادی چوپان فیگوریست خیلی خوبی هست اما کریس کورمیر توی یکی از فیگورهای هادی چوپان یک ایراد میگیره و میگه که اون باید توی این فیگور زیر بغل‌های خودش رو بیشتر باز کنه و با چون که خیلی توی این فیگور تمرین کرده میدونه که هادی نیاز داره تا لت‌های خودش رو بیشتر باز کنه تا بتونه فیزیک بدنی بهتری رو به نمایش بذاره کریس کورمیر در ادامه میگه که هادی سالهای سالی که داره روی استج میاد و یکی از کاندیشن ترین بدنسازان حال حاضر هست و در کنارش میتونم بگم اون مصمم ترین بدنساز هم محسوب میشه و به خاطر همین باید گفت که گرفتن عنوان قهرمانی از اون کار خیلی سختیه اگر اون همین کاری رو که تا الان میکرده انجام بده و هر سال پیشرفت داشته باشه میتونه عنوان قهرمانی خودش رو حفظ کنه جالب بخش صحبت های تیوک الگیندی اینجاست که در مورد مقایسه نیک واکر و دریک لانسفورد با هادی چوپان صحبت میکنه Americans. Stop right now. This is the Mr. Olympia. This is the best bodybuilder in the world. This is the guy that years before he won the Mr. Olympia, we were bragging about his conditioning. This is the guy who has a statue in his country. This is the guy whose stakes are higher than just winning a title. This He's representing his country. This اون میگه که مردم دوستان در مورد نیکو دریک صحبت کنن چون که همه آمریکایی‌ها عاشق این بدنسازان کم سن و سال هستن تریک میگه که تمومش کنید این آقا قهرمان مس المپیاست این مرد بهترین بدنساز حال حاضر دنیاست اون کسیه که سال قبل از اینکه مس المپیا رو پیروز بشه همه در مورد کات و کاندیشن بدنی اون صحبت میکردیم این مرد کسیه که در کشور خودش مثل یک مجسمه است و اون کسیه که بیشترین شانس برنده شدن رو داره و اون نماینده مردم کشورش هست اون کسی نیست جز گرگ فارسی کسی که فکر میکنه اون اومده و یک بار برنده شده و قرار هست از دور خارج بشه واقعا باید گفت که اون دیوونه است تیم ویلکینز میگه که توی آمریکا مردم ما این رسم رو ندارن که بعد از قهرمانی یک شخص از اون استقبال کنن اما زمانی که بیگرامی قهرمان شد در خیابانها جشن به پا شد و همه این مردم شادی کردند. حالا هادی چوپان قهرمان مستر المپیاس و حتی اگر اشتباه نکنم توی ایران از اون یک مجسمه رو ساخته باشن توی یک صحبت های تیم ویلکینز رو تایید میکنه و در جواب میگه مردم میگن که دریک لانسفورد میخواد اون بلوغ عزلانی رو به نمایش بذاره باید بگم که این گرگ ایرانی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم توی باشگاهه و داره تک تک این عضلات رو شلاق خوردهتر تر میکنه دقیقا مثل همون کاری که سالهای سال داشت انجام میداد That's right. That's these are some of the most passionate strong people in the planet historically you're talking about the persian empire this is the kind of people that have gone through war seven years war where close to one million people have died during their conflict against iraq these... <laughs> اون میگه که ایرانیا پرشورترین و قدرتمندترین انسانهای تاریخ کره زمین هستند ما داریم در مورد امپراتوری بزرگ ایران صحبت میکنیم کشوری که 7 سال جنگ رو در برابر عراق با نزدیک به یک میلیون کشته تجربه کرده I just had an Iranian guy that went down to Brazil and he won the classic physique show in front of all the Brazilians. These guys have no problem dieting, they have no problem lifting more than anybody. The Persian people, they are the most passionate people in this planet. This guy is not going down without a fight. Well, خون مردم ایران گرم هست و باید بگم که من توی تمام دنیا مسابقات بدنسازی رو داوری کردم من اونجا بدنسازان ایرانی رو داشتم که به برزیل اومدن و جلوی تمام برزیلیا اون مسابقه رو قهرمان شدن مردم ایران هیچ مشکلی با رژیم گرفتن و سخت تمرین کردن ندارن و مردم ایران مصمم ترین های این کره خاکی هستن پس مطمئن باشید که هادی چوپان بدون جنگیدن از این استیج پایین نمیاد این قسمت از صحبت های تیری که الگیندی بی نظیر بود و در قسمتی از اون به قهرمانی سال گذشته علی فولادوند روی استج ماسل کانتست برزیل اشاره کرد و حتی توی اون مسابقه هم جعفر قفار نجات حضور داشت و اون هم در خاک برزیل همه رو شکست داد این بود از ترجمه صحبت‌های جی تیم پادکست های چنل رسمی مستر المپیا در مورد هادی چوپان و همینطور تمام بدنسازان ایرانی امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای حمایت از ما حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی اسپانسر ما هم برند مکملی ایوژن آمریکا است که شما میتونید با کد تخفیف امیر اندلای فلیکس از سایت ایوژننوتریشن.کام با 10 درصد تخفیف خرید کنید Now the is, are you 3D? I got you.